بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين سيدنا مولانا ابي القاسم مصطفى و محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الماسومين استغفر الله ربي واتوب اليه والحق في المسألة ما هو المشهور همان طور که مستحضر هستید بحث ما در تنبیهات اصل صحت هست که موضوع درس قبلی و درسهای جاری ما را تنبیه سوم تشکیل می داد که در خصوص صحت مطلقه یا صحت نسبی بحث می کردیم محضر شما عرض شد و باز دوباره از باب یادآوری و مقدمه برای بحث فعلی تکرار می شود که اگر کسی ایجاب را انجام بدهد برای یک عقدی مثل بیع مثلا و ما یقین داشته باشیم که ایجاب از او صادر شد و اصل صحت را در ایجاب جاری بکنیم اون زمان سوال که مطرح می شود این است که این اصل صحت ما چی اثر را دارد؟ آیا اثر مطلق دارد؟ یا نه اثرش اثر نسبی هست مراد از اثر مطلق این است که اگر در اصل اجاب ما اصل صحت را جاری کردیم نتیجه این می شود که حتی بعد از اون قبول واقع شده است و بی هم صورت گرفته است این یک نوع ارز کنم نظریه و برداشت هست در مقابلش نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست که شون معتقد است اینجا اجرای اصل صحت فقط صحت ایجاب را ثابت می کند و معنای اصل صحت این است که اگر بعد از آن قبول بیاید با آمدن اون قبول ایجاب و قبول هر دو باعث یک عقل کامل صحیح خواهد بود اما به هیچ عنوان این اصل صحت در ایجاب وجود قبول را برای ما ثابت نخواهد کرد این نظریه ای ای دوم مفادش یا ماحصلش این می شود که پس اصل صحت ما اثرش نسبی است صحت نسبی را ثابت میکند نه صحت مطلقه را به بیان دیگر تمام اینها صحت های تحولی و اگری هستند یعنی اجاب ما صحیح است اگر بعد از اون قبول آمد یک عقد تام و تمام واقع خواهد شد خب بعد از آنکه این نظریه را خوب تبیین کردیم بحث ما سرانجام رسید به یک سلسله صغریات فقهی صغریاتی که محل اختلاف نظر اعظم واقع شده ان. یک از مثاله ها این بود که اگر میان راهین و مرتهین اختلاف واقع بشود البته راهین و مرتهین در اصل رهن با هم اتفاق نظر دارند در این که ارز کنم مرتهین از اجازه خود برگشته است اتفاق نظر دارند و این که اجازه بیع را داد باز با هم اتفاق نظر دارند اختلاف راهین و مرتحین در این است که راهین میگوید من قبل از رجوع شما از ایزن بع را انجام دادم در حالی که مرتحین ادعا میکند نخیر من از ایزنم رجوع کردم شما بعد از رجوع من بیع را انجام دادید پس بیع شما باطل هست و قابل قبول نخواهد بود در همچنین مسئله اگر ارز کنم مبتلا شدیم و بحث بحث مقام فتوا باشد اینجا چی میتوان گفت ارز کنم؟ بعضی ها گفتن که اینجا ما میتوانیم در اصل ازن مرتحین چون اصل اذن میانی هر دو متفقون علیه هست حالا که شک ارز کنم در صحت و بطلانش داریم یا در اثرش داریم اصل صحت را در ازن جاری میکنیم مقتضای اجرای اصل صحت در ایزن این است که پس بیع اراهین ارز کنم خدمت با سعادت شما قبل از رجوع مرتحین و بعد از ازن واقع شده است این بیع باید صحیح باشد یا در مقابل احتمال دیگری که مطرح شد این بود که ما رجوع مرتحین را مجرای اصل صحت قرار بدهیم شک میکنیم که رجوع مرتهن صحیح بود یا نه میگوی مقتضای اصل صحت این است که رجوع مرتهن باید صحیح بوده باشد اگر رجوع مرتهن صحیح بوده است پس بی حتما بعد از رجوع واقع شده است پس این بی راهین باید محکوم به با فساد باشد این دو تا احتمال بود که مطرح شد بعد از عرض کنم اصل صحت پول زدیم به استصحاب و دو تا استصحاب را جاری کردیم اگر خاطر شریفتون باشد یکی اصل بقاء اذن مرتهن بود تا وقت بیع و در نتیجه حکم بکنیم که بیع عرض کنم بعد از ایزن واقع شده است و قبل از رجوع بوده است پس محکومی به صحت است اصل دوم که جاری کردیم اصل عدم بیع قبل از رجوع بود چون رجوع مرتهن قطعی هست شک میکنیم که قبل از رجوع بی واقع شده است یا نه استصحاب میکنیم عدم وقوع بی را قبل از رجوع مرتهین یعنی بعد از رجوع واقع شده است بعد از رجوع مرتهین از ازنش در نتیجه این بی باید محکوم به با بطلان باشد در واقع این چهار تا وجه یا چهار تا قول را در مسئله محضر شما عزیزان بیان کردیم اشکالات مورد نظر شیخ رضوان الله علیه تبیین گردید در خصوص این دو تا اصل که مبتکر و طرح کننده اون صاحب جواهر بودن مرحوم شیخ فرمودن که این دو تا اصل ربط به اصل صحت ندارن در واقع استصحابن و البته از استصحابات مثبته یا اصل مثبت اما در ارتباط با اصل ارز کنم خدمت با سعادت شما صحت رجوع یا اصل صحت ارز کنم ایزن در اونجا مبناعن شیخ رضوان الله علی با مسئله برخورد کردن ما حصل فرمای شیخ همان است که عرض شد که از نظر شیخ اصل صحت آثار نسبی دارد نه آثار مطلقه بردش یک برد محدود هست شما در جایی که اصل صحت را جاری بکنید صحت و کل شیء به حسبهی. در نتیجه آثاری که بر اصل صحت مترتب می شود محدود و تا حدود شعاع خودش خواهد بود لذا وقتی ما می گوییم کنم این ایزن صحیح هست ایزن مرتهین صحیح هست معنایش این است که اگر بعد از اذن مرتهن بیع واقع بشود توسط راهین این بیع به اشکال خواهد بود اما هرگز معنای اصل صحت این نیست یا اصل صحت در ایزن در ازن این معنا را هرگز افاده نمی کند که پس حتما بیع بعد از ایزن واقع شده است قبل از رجوع بوده است و بیع ما بدون اشکال بوده است این امور عرض کنم خدمت با سعادت شما با اصل صحت قابل اثبات نیستند به همین جهت هست که شیخ رضوان الله علیک وارد معرکه می شود و در خصوص این مثالها در خصوص ارز کنم نزاع راهین و مرتهین اظهار نظر میکند و حق را به مشهور علما میدهد و معتقد است که این بی فاسد خواهد بود یعنی در صورت نزاع راهین و مرتهین در عین مسئله ای که برای شما سروران فرض کردیم از نظر شیخ رضوان الله علیه این بی محکوم به بطلان هست اصل صحت در این مورد چهار نخواهد بود لزام فرماید والحق فی المسئلته ما هو المشهور حق در مسئله همان نظر مشهور هست حق در خصوص این مسئله که عطف به همین مسئله جاری یعنی عرض کنم اختلاف راهین و مرتهین و امثال اون هست لزام فرماید مشهور چی فرموده است؟ نظر مشهوران است که من الحکمه از این تر کنم از حکم نمودن مشهور به فساد بایه و عدم جریان اصل صحت در مقام در نزاع راهین و مرتهین نه در خود بیع اگر شک بکنیم که این بیع صحیح بود یا نه بالاخره کما استظهر اصل صحت را در بای مرحوم محقق کرکی رضوان الله علیه مرحوم محقق کرکی پیشنهاد داده است که ما در خود بیع اصل صحت را جاری بکنیم بالاخره اگر عقد بیع قبل از رجوع مرتحین بوده است محکوم به صحت بعد از رجوع مرتحین بوده است محکوم به بطلان دو طرف هم که با هم نزاع دارن مورد هم برای من مورد شک هست من در نتیجه عرض کنم اصل صحت را جاری میکنم در بیع و حکم به صحتش میکنم مستحضر این اصل ما اینجا اثر فراوان دارد شما وقت حکم به صحت بیع بدهید معنایش انتقال مال و مشتری هست و این که باید دست بردارد و سمن هم به با ملکیت بائع منتقل خواهد شد اما اگر حکم به فساد و بطلان بدهید خب بالاخره اگر سمن را بائع قبض کرده است باید برگرداند به با مشتری و این عین مرهونه همچنان تحت سلطه و تحتیت مرتهین باقی خواهد ماند به همین جهت هست که مرحوم محقق کرکی محقق ثانی صاحب جامع المقاصد از طریق اصل صحت در بای مسئله رو خواسته است که تصحیح نماید و نه در ایزن و نه در رجوع که دو تا احتمال دیگر بود که در اسنای همین درس هم توضیح دادم و در درس قبلی مفصل محضر شما عزیزان توضیح داده شد این نه اصل صحت در بای اینجا سود رسانه است نه اصل صحت در ایزن و نه اصل صحت در رجوع و نه اصل بقای ایزن و نه اصل عدم بیع بلکه از نظر شیخ رضوان الله علیک این بیع محکوم به بطلان هست و وجهی برای صحت اون در اختیار ما قرار ندارد لذا شیخ این نظر مشهور را که نظر خودش هم هست مقدار توضیح میدهد اما در خصوص بیع که نظر مرحوم محقق کرکی هست شیخ میفرماید فلی ان شکک به دلیل این که شک صرفا واقع شده است در رضای کسی که برای اون کس حق هست که اون کس عبارت هست از جناب مرتهین بالاخره عقود باید ارز کنم بر اساس رضایت طرفین باشد یک از ارکان اصل رضایت هست ما نمیدانیم که من له الحق یعنی جناب مرتهین اینجا راضی هست یا نه که در نتیجه ارز کنم خدمت با سعادت شما بدون احراز رضایت ایشان باید محکومی به صحت نخواهد بود لذا می فرماید وقت تقدم و برای شما گذشت ارز کنم در صفحه 363 در اوائل همین تنبیه این که صحت اجاب و قبول لا یقزی منجر نمی شود نتیجه نمی دهد به تحقق رضا را ممن یعتبر و رضاهو از کسی که معتبر می باشد رضایون کس این که صحت اجاب و قبول منجر نمی شود به تحقق رضا از کسی که معتبر می باشد رضای اون کس یعنی جناب مرتهین چی باشد عرض کنم اون شخص مورد نظر ما مالک چنانش که در بیع فضولی در درس قبلی هم مطرح شد و قبل از قبل امکان لهو یا اینکه عرض کنم برای اون شخص حق باشد در مبه مثل جناب مرتهین مرتهین مالک نیست ولی بالاخره فعلا مال در گرو او هست قبض و بست مال در اختیار او هست در هر دو صورت چون ما گفتیم اصل صحت از اصول نسبیه هست آثارش نسبیه هست و همین جهت صرف ارز کنم صحت ایجاب یا صحت قبول که اینجا مورد اتفاق طرفین هست نتیجه نمی دهد که پس حتما ازن مرتحین در میان بوده است به عبارت دیگر اینجا با و مشتری راه و همچنین راهین مرتهین همگی قبول دارند که بیع واقع شده است سیغه بیع هم صحیح بوده است هم ایجاب درست بود هم قبول درست واقع شد مشکل اختلاف در اینجا هست که راهین ادعا می کند که من عقد بیع را قبل از مراجعه شما انجام دادم مرتهن میگوید گوید نه خیر شما وقت سیغه بیع را اجرا کردید من از اذن خود برگشته بودم اختلاف فقط در همین نقطه هست در بسیار از گزاره های دیگر با هم اتفاق نظر دارند که توضیح دادم با توجه به این وضعیت چون ما در اصل صحت اثر نسبی را قبول داریم اصل صحت را یک اصل نسبی قلم داد میکنیم به خاطر همین حتی اگر اجاب قبول درست باشد که خسمین قبول دارن با ایام مشتری راهین و مرتحین هم قبول دارن که عقد و قبول کامل بوده است حتی کمال عقد این نتیجه را برای ما نمیدهد این مسئله را برای ما ثابت نمی کند که پس عقد بی حتما بعد از ارز کنم مراجعه مرتحین از ازن خود نبوده است بلکه قبل از مراجعه او بوده است مخیر چنین چیزی با اصل صحت قابل اثبات نخواهد بود وقت قابل اثبات نباشد پس چطور محقق ثانی رضوان الله علیه در خود بیع یا عرض کنم در خود عقد اصل صحت را جاری می کند و حکم به صحت این بیع را فرموده است این در ارتباط با قول محقق دوم اما در ارتباطی با ایزن که در درس قبلی از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نقل شد در این خصوص مرحوم شیخ میفرماید و اما فی الازنه اما جاری کردن اصل صحت در ایزن این هم نتیجه ای نمیدهد. یعنی که بگویم ازن مرتهین صحیح بوده است پس بعی صحیح بوده است شیخ می فرماید فل ما به خاطر که شما شناختید در لابلای درس قبلی و در توضیح درس فعلی ما گفتیم من ان او از این که صحت اون ایزن تقضی حکم میکند نتیجه میدهد به صحت بای در چی صورت اذا فرز وقوع هرگاه که فرض بشود وقوع اون بای راق عقیبه بدون بال اون ایزن نه به وقوعه نتیجه نمیدهد به وقوع اون ایزن عقیب اون بای عرض کنم خدمت با سعادت شما دو چیز هست گاهی شما اصل صحت را در ازن جاری میکنید ما میگوییم ازن اگر صحیح شد معنایش این است که بعد از این ازن اگر بیع واقع بشود این بیع صحیح خواهد بود اما نمیتوانید شما استنتاج بکنید ازن صحیح هست پس بیع حتما بعد از اون واقع شده است دو تا گزاره هست یکی را اصل صحت ثابت میکند اما دیگری را اصل صحت ثابت نمیتواند خب اما در ارتباط با صحت رجوع که قائلین به فساد گفتند اون هم از نظر شیخ رضوان الله علیه مخدوش هست در ارتباط با صحت فساد در ارتباط با فساد بی و صحت رجوع شیخ می فرماید کما ان همچنانی که صحت رجوع مرتهین تقضی منجر می شود یا نتیجه می دهد فساد چیز را که فرض می شود وقوع اون چیز بعد از اون رجوع نه این که بعی واقع شده باشد بعد از رجوع دقیقا همون نکته ای را که در ازن گفتیم در رجوع هم مرحوم شیخ تکرار میکند اگر شما شک در صحت رجوع مرتین دارید فرزند و اصل صحت را در رجوع مرتهن جاری میکنید معنای صحت رجوع این هست که بعد از این رجوع اگر بیع واقع بشود اگر صلح واقع بشود اگر اجاره واقع بشود فاسد خواهد بود همین مقدار اما اگر شما عرض کنم خدمت با سعادت شما بخواید این نتیجه رو بگیرید که پس بیع اکمیان عرض کنم با ا یعنی راهین و مشتریش واقع شده است بعد از رجوع مرتحین بوده است نه چنین نتیجه با اصل صحت قابل اثبات نیست به همین جهت هست که شیخ رضوان الله علیه تا پایان تنبه سوم اصرار دارد روی این مسئله که اصل صحت از نظر ما یک اصل نسبی هست نه اصل مطلق با همه اینها در پایان میفرماید و المسئله تو بعد و محتاجتون این مسئله با همه اینها باز نیازمند تعمل هست بعد از تتبع در کلمات اصحاب یعنی واقعا باید اطراف مسئله را بیشتر بشکافیم تتبع بیشتر نموده باشیم در واقع این چند موردی که در بیع فضولی در بیع ارز کنم راه نو امثال اینها مطرح شد صغریات مسئله بود از نظر شیخ رضوان الله علی اصل مسئله تردید بردار نیست منقه هست که آثار اصل صحت همیشه نسبی هست و نمطلق این هم تنبیه سوم که از تنبیهات مهمی اصل صحت بود و به اتمام رسید. ار رابع چهارمین تنبیه را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا مطرح میکند در واقع می توانیم بگوییم که الرابعه فی احراز وجود العمل یعنی اصل صحت در جای جاری می شود که اصل وجود عمل برای فرد شاک محرز باشد یا فرض بفرمایید درس کنم احراز العنوان علی المعتیبه اگر فعل را عرض کنم کسی انجام داد و شک در صحتش داریم فرد شاک باید احراز بکند که اون عنوان مورد نظرش منطبق هست مثلا نماز بر این فعل خارجی صدق میکند عرض کنم سوم بر این فعل خارجی صدق میکند اگر اصل عنوان محرز نباشد عرض کنم که اصل صحت نفع ندارد و در نتیجه این عمل محکوم به صحت نخواهد بود به عبارت دیگر برای اینکه موضوع تنبیه چهارم خوب روشن بشود شیخ رضوان الله علیه میفرماید ما دو دست عناوین در فقه داریم یک عناوین قصدیه هست مثل صوم و حج و صلات و امثال اینها که در اینها اگر قصد نباشد هیچگاه ارز کنم اون عنوان مورد نظر شاره اون کار مورد نظر شاره محقق نخواهد شد اما یک سلسله عناوین غیر قصدیه داریم که بدون قصد ارز کنم بدون نیت معین هم ارز کنم ممکن است که واقع بشود مثلا مثل شستن این قبا من اگر احیانا این شستن این را نه به خاطر ارز کنم تحصیل تهارت بلکه به خاطر نظافت و پاکی شستشو بدهم بازم اگر اون شرایط تهارت رعایت بشود یعنی با آب تاهیر بشویم با آب مطلق بشویم بر فرض اگر نجیس باشد اگر هیچ گونه قصد حتی نداشته باشم مثل اینکه در حال غفلت بشورم یا حتی این را آب ارز کنم باد در داخل آب بیندازد و شرایط تطهیر محقق بشود در تمام اینها مستحضر تهارت حاصل خواهد شد همچنان که راجع به دفن میت دقیقا همین گونه هست دفن میت نیازمند نیت خاص نیست اکثر تکالیف شرعی نیازمند قصد و عرض کنم نیت هست بنابراین در اون عناوین قصدیت اون افعال که متوقف بر قصد هستند از نظر شیخ رضوان الله علی احراز عنوان لازم هست برای کسی که شک در صحت عمل دارد باید محرز بشود عنوان عمل تا اصل صحت برای او سود داشته باشد مثلا میت مسلمانی بر رحمت خدا رفته است مستحزرت نماز میت واجب کفایی است همگان باید بخوانند ولی اگر یک نفر یا چند نفر درست بخوانند از بقیه ساقط خواهد شد ما دیدیم که کسی به نام الف آمد عرض کنم در جلوی این میت مشغول نماز شد حالا شک داریم که واقعا نماز را صحیح خواند یا نه اگر صحیح خوانده باشد این نمازگزار هم وظیفه خود را انجام داده است و هم از من به عنوان یک مسلمان ساقید خواهد شد اما اگر صحیح نخوانده باشد و فاسد باشد خب خودم باید قیام بکنم و نماز مید را بخوانم اینجا من تمسوکی به اصل صحت میکنم به خاطر شک و حکمی به صحت نماز این نمازگزار یعنی آقای الف میکنم شیخ میفرماید چون نماز از عناوین قصدیه هست تمسک شما به اصل صحت در فرضی درست هست که اصل عنوان برای شما محرز باشد اصل عنوان برای شما محرز باشد یعنی شما یقین داشته باشید که این فرد عرض کنم وقتی اینجا بالا و پایین می شود رکع و سجده را انجام میداد واقعا نیتش نماز خواندن بود و الا اگر این حالت برای شما محرز نباشد مثل این که ارز کنم اصلا نمیدانید که شخص به خاطر ازاداری یا به خاطر کار دیگر اینجا با حالت قیام و قعود مشغول بود و اصلا نمیدانید که نیت نماز کرد یا نه اینجا تمسک به اصل صحت به خاطر صحت این عمل ترتیب اثر یا ارز کنم بار حقوقی یا آثار حقوقی را در پی نخواهد داشت و چنین اصل صحت محکومی به صحت نخواهد بود این موضوع تنبیع چهارم هست که شیخ رضوان الله علیک اینجا پای گذاری در اصل صحت بعد ارز کنم ما وقت این مبنا را نگاه میکنیم یعنی احراز وجود عمل یا احراز تحقق عنوان بر معتی و به در فق وقت ملاحظه میکنیم یک سلسله استثناعات موارد و صغریاتی داریم که فقها ها عرض کنم خدمت با سعادت شما با این مبنای ما مخالفت کردن اون وقت عرض کنم خدمت با سعادت شما ببینیم که چی, چی هایی میتوان داد و آیا جوابها قانع کننده هستند یا خیر ار رابع چهارمین تنبیه که در اصل صحت مطرح می شود راجع به احراز وجود عمل هست یا عرض کردم احراز عنوان بر معتیوبه یعنی بر فعلی عرض کنم اون شخص فائل لزام فرماید این که مقتضای اصل صحت ترتیب شاگ هست منی که شک دارم در نماز دیگری ترتیب دادن جناب شاگ هست تمام آنچه که از آثار فعل صحیح هست در نزد اون شاک خب این روشنه دیگه اگر من اصل صحت را در نماز این کس جاری کردم که مشغول نماز میت بود و گفتم انشالله نمازش با تعبد شرعی صحیح هست تمام آثار مترتب می شود در نتیجه هم خود اون مکلف که نماز خونده از نماز از ذمه ساقط می شود و هم من به عنوان مسلمان که وظیفه دارم در صورت انجام ندادن کسی دیگر قیام بکنم و نماز بخوانم از من هم ساقید خواهد شد این نکته را شیخ به عنوان مقدمه اینجا مطرح میکند بعد میفرماید فلو صلا شخص علی میتین اگر نماز بخواند یک شخص بر یک میت مسلمان سقط عنه ساقط می شود اون نماز عنه از اون شخص ولو غسل ثوبا اگر یک لباس نجیس را شستشو بدهد به عنوان تطهیر و پاک کردن حکم به حکم می شود به تهارت اون لباس و این شک فی شروط الغسل حتی اگر شک داشته باشیم یا اگر چه شک داشته باشیم یا شک بشود در شرطه های غسل شرعی که آیا این غسل طرف شست و شوی طرف واجد شرایط بود یا نه مثلا من اطلاق الماء نمیدانیم که با آب مطلق این لباس نجس را شست تا تهارت حاصل شده باشد یا نه ارز کنم و آب مضاف شستن مثلا من اطلاق الماء و وروده علی النجاسه و وارد شدن اون آب بر نجاست آیا آب بر عین بر نجس بر عرض کنم خدمت با شما نقطه نجیز وارد شد یا نه خب اینا همگی باعث شک می شود اگر همچو شکوکی داشته باشیم مقتضای اصل صحت صحت غسل یا غسل خواهد بود بعد میفرماید که و این شک فی شروط الغسل لا این علم به مجرد غسل اینجا به زنگای بحث رو شیخ مطرح میکند نه اگر علم داشته باشد به صرف غسل و شستشو دادن اون شخص صرف این که ارز کنم من یقین داشته باشم که او شستشو داد این کفایت نمی کند بلکه باید عرض کنم خدمت با سعادت شما احراز بکنم که این شستشوی او با قصد و نیت بوده است لذا می فرماید فین الغسل من حیث هو به درستی که عرض کنم خدمت با سعادت شما شستشو دادن به ذات نیست در اون غسل صحیح و فاسد یعنی عرض کنم خدمت با سعادت شما صحیح و فاسد یا صحت و فاسد شست و شو در صورت مطرح می شود که اصل عنوان محرز باشد یعنی قصدی در میان باشد از فایل و الا اگر کننده کار قصدی نداشته باشد اونجا عرض کنم خدمت با سعادت شما اثر مترتیب نخواهد شد لذا می فرماید که و لذا لو شوهده می یعتی به صورت عمل به خاطر همین نکته هست که گفتیم صرف عمل کفایت نمی کند بلکه عمل باید از روی قصد باشد اگر مشاهده بشود کسی که می می آید یا انجام میدهد به شکل عمل از نماز یا تهارت او نسک حج یا مناسک و اعمال حج را مثلا و لم یعلم قصده و معلوم نباشد قصد اون شخص در اینجا تحقق حاضه العبادات ولم یعلم قصده تحقق هازه العبادات و معلوم نباشد قصد اون فائل محقق کردن این عبادات را ولذا لو شوهده لم یحمل على ذلك لو شوهده فعل شرط بود جزای شرط این لم یحمل على ذلك اگر ما مشاهده بکنیم که کسی عرض کنم به حسب ظاهر حج انجام میدهد به حسب ظاهر نماز میخواند به حسب ظاهر غسل میکند یا وضو میگیرد مثلا ولی نمیدانیم که واقعا قصدش انجام این اعمال عبادی هست یا نه اینجا حمل نمی شود بر اون صحیح به عبارت دیگر همان طور که عرض کردم این سه مثال را که اینجا مرحوم شیخ رزوان الله علیه مطرح کردن هر از عبادات هستند بالاخره نماز باشد یا تهارت که وضوع غسل تیمون باشد یا مناسک حج و عبادات مستحضر در رکن اصلی اونها قصد هستند اگر کسی برای محض ورزش کردن بالا و پایین روک و سجده میکند، کند اینجا چون قصد نماز ندارد و اگر واقعا قصدش برای نماز برای ما مهرز نشود اصل صحت باعث حکم به صحت عمل او نخواهد شد این نکته را مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا مطرح میکند به همین جهت هست که برای اینکه موضوع تن به چهارم را خوب بفهمیم عرض کردم ما باید کاری بکنیم که اولا عناوین قصدیه را از غیر قصدیه جدا بکنیم که عناوین غیر قصدیه بسیار کم هستند عرض کردم اگر این عبای من نجیس باشد یا دفن مید و امثال ها نیازمند قصد خاصی نیستند با هر قصدی یا بدون قصدی به شرط اینکه عمل انجام بشود محکوم به صحت هست اما عناوین قصدیت مثل تهارت شرعی که وضو و غسل و باشد یا حج و نماز و امثال اینها اگر اصل قصد عمل محقق نباشد اگر اصل قصد احراز عنوان یعنی عرض کنم تهارت یعنی حج یعنی عرض کنم خدمت با سعادت شما وضو مثلا محرز نباشد اصل صحت فایده ای ندارد اما بعد از احراز عنوان در سایر موارد اگر شک کردیم اصل صحت با صحت عمل خواهد شد بنابر این کسی که صورت وضو انجام میدهد اگر برای شما معلوم باشد که قصد وضوع رو دارد ولی نمیدونید داست راست را درست شست یا نه مسح درست کرد یا نه آب وضویش پاک بود یا نه تمام اینها محکوم به اصل صحت هست یعنی فرض میکنیم وضوی طرف وضوعی صحیح هست خودش حق دارد نماز بخواند اگر امام جماعت باشد می توانیم ما هم پشت سر او اقتدا بکنیم و امثال اینها اما اگر کسی متصدی اعمال وزوز به حسب ظاهر ولی واقعا نمیدانیم که در صدد ورزش هست عرض کنم یا نوزو گرفتن در اینجا اصل صحت این مسئله را برای ما ثابت نمی کند که پس طرف حتما قصد وزو دارد به همین جهت هست که ما حسل تنبه چهارم یا مبنای شیخ رضوان الله علیه این است که در اجرای اصل صحت یک مرحله رو خود شما باید طی بکنید از طرق دیگر ثابت بکنید که احراز عنوان بکنید قصد عنوان بکنید و این که این کار را که طرف انجام میدهد منطبق بر وضوع و غسل تیمم هست مثلا اما فراتر از اون در جهات دیگر اگر دوچار شک شدید اصل صحت حکم به صحت خواهد کرد به همین جهت هست که ارز کنم خدمت با سعادت شما شیخ میفرماید که در اینجا حمل بر صحت نمی شود اگر قصد طرف برای ما ثابت نگردد لذا میفرماید نعم بله لو اخبر به انه کان به عنوان تحققهی اما اگر خودی کننده کار برای ما خبر داد که او عمل را به عنوان تحقق عمل انجام داد اینجا امکن قبول قولهی امکان دارد قبول قولی اون مخبر را از حیث این که اون مخبر مخبر عادل هست او من حیثیت اخراق یا از حیثیت دیگر مثلا مثل زلیت بودن و امثال این ها. ببینید ارس کنم اصل صحت اینجا نف نمیدهد ولی معنایش این که با آخر خط رسیده باشیم مثلا اگر کسی همین مشغول وضو بود و واقعا ما نمیدانیم که عرض کنم قصد وضو کرده است یا نه مشغول ورزش کردن هست همین مثالی که حالا محضر شما کردم درست است که اصل صحت اینجا به درد ما نمیخورد ولی ما نباید فورا حکم به بطلان وضوعی طرف بکنیم اگر خودش آمد گفت آقا من قصد وضوع نیتی وضوع داشتم و واقعا آدم سقه هم بود خب از این طریق کلامش را میپذیریم یا ممکن است دو تا عرض کنم عادل دیگر اینجا شهادت بدهند بیینه ای در میان باشد و امثال اینها اما اگر هیچ راه دیگری از ادله اثبات نباشد ادله اثبات منحصر به اصل صحت باشد اصل صحت در خصوص این شک عاجز از علاج هست اگر شک کردیم که طرف قصد وضو کرد یا نه اصل صحت نمیتواند ثابت بکند که او قصد وضو را هم داشته است عرض کردم قصد عنوان را ما باید از طرق دیگر احراز بکنیم بعد در ادامه راه اصل صحت مشکل ما را حل میکند وقد قد یشکل الفرق از اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی یک اشکال را مطرح میکند که این اشکال بسیار اشکال مهم است که آن را که ما پایه کردیم و اساس گذاشتیم و گفتیم اصل صحت باعث اثبات اونها میشود بعد از قصد انوان و احراز انوان اما ما موارد را در فقه داریم در حج در ارز نیابت از حج در عرض کنم خدمت با سعادت شما نماز از میت نماز استجاری و همچنین کسی که کسی دیگر را وضو میدهد وضوی شخص آجیز در این موارد میبینیم که مشهور فقها ها با این مبنای ما مخالفت کرده اند به ازن الله در جلسه بعدی هم اصل اشکال مطرح خواهد شد و هم جوابه های احتمالی که مرحوم شیخ رضوان الله علی مطرح خواهند فرمود غفر الله لنا ولکم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.